به 66 جلسه بنیاد فرهنگی همزبان در آریزونا خوش آمدید. خیر مقدم میگم به تک تک شما که نورافشان جمع امروز ما هستید، همینطور به بانو فرزانه سابتان که امروز از سان فرانسیسکو پرواز کردند که با ما باشند و امشب هم باز میگردن به سان فرانسیسکو. همونطوری که میدونید بنیاد فرهنگی همزبان در چندین جا هم در آمریکا و هم در خارج از آمریکا مشغول به فعالیت هست در حوزه‌های مختلف، مثل فعالیت در مورد مطالعات خانواده، روند زمامداری، هویت ایرانی و یک بنیاد فرهنگی غیر مذهبی و غیر سیاسی است و هدف غایی اون اعتلاء فرهنگ و هویت ایرانی است. این هست که اسم بنیاد هم که بنیاد همزبان هست، این هست که هر کسی که همزبان ما هست در ایران بزرگ و خارج از ایران بزرگ بتونه بهره ببره از فعالیت‌های بنیاد، که نه تنها در این جلسات کوچک بلکه در محیط مجازی، در یوتیوب و در کبیر تیوی و در جاهای دیگه پخش خواهد شد، که دوستان ما، همزبانان ما در اینجا و حتی در ایران بتونن بهره ببرن از این برنامه. سرافراز هستم که امروز میزبان برنامه همزبان باشم در آریزونا. پدرم که معمولا میزبانی برنامه رو میکنن خارج از شهر هستن، از تک شما پوزش خواستن که امروز با ما نیستن، اما درودشون رو به تمام شما میفرستن. و همینطور جای داره از یادی بکنم از مادر عزیزم که امروز با ما نیستن، که ایشون به اتفاق پدر و خانواده حاجبنده و جناب مظفری اون هسته اولیه بودن که این کوشش رو در آریزونا به مرحله امروز برسونن که ما 66 جلسه رو با هم باشیم و دور هم باشیم و تبادل اطلاعات و افکار بکنیم و از حضور همدیگه لذت ببریم. اجازه بدید که خانم سابتان رو به شما معرفی بکنم. فرزانه سابتان رشته اصلی مطالعاتشون در روانشناسی سازمانی، تربیتی و مشاوره بالینی در ایران، آمریکا و انگلیس بودن. گریزی هم به مدیریت منابع انسانی زدند. اگر بخوایم اونها رو درجه بندی کنیم، ایشون در سطح کارشناسی ارشد یا مسترز دیگری یا فوق لیسانس خودمون تحصیلات دارن. ایشون از دوران نوجوانی تاریخ فلسفه رو هم مرور کردن و سعی کردن فکر کردن و اصول اون رو بیاموزن و در زندگی خودشون به کار بگیرن. ایشون پایه‌گذار دپارتمان روانشناسی در مؤسسه BIHC بودن و سالها به تدریس درس‌های مختلف از جمله سیستم شناسی و فلسفه از حرف تا عمل، روانشناسی اجتماعی، دینامیسم گروهی و شخصیت سالم پرداختند. ایشون در کنار تدریس به مشاوره هم مشغول بودند و چند سالی هست که تمرکزشون رو گذاشتن روی گفتمان خانواده. ایشون همکاری دارن با مؤسسه مطالعات پویایی خانواده و در داد و ستد فرهنگی به مواردی میپردازند، مثل گروه‌های گفتمان خانواده، شخصیت سالم، فلسفه از حرف تا عمل، تفکر انتقادی، ارتباطات گفت و شنود، خیشتن جدید یا تولدی دیگر، زبان بدون خشونت و من و انتخاب. اگرچه ایشون سخنرانی رو خیلی نمیپسندن، ولی در کنفرانس ها و سمینار های بسیار سخن گفتن. همونطور که با ایشون آشنایی دارید بسیار شیوا، زیبا و خودمانی سخن میگن و ما سرافراز هستیم که امروز میزبان خانم فرزانه سابتان باشیم. خواهش میکنم تشویقشون بفرمایید. در ایشون مؤلف 6 کتابچه درباره گفتمان‌های خانواده هم هستن که در مورد شرگریزی امروز بزنیم. مبحث امروز در بنیاد فرهنگی همزبان دموکراسی و خانواده هست. من می‌خواستم که بحث رو شروع بکنم با ایشون در مورد اینکه اصلاً چرا چنین موضوعی رو برگزیدند برای بحث و بعد از اونجا شروع می‌کنیم به بست این مطلب. خانم سابتان، چرا دموکراسی و خانواده؟
به من اول اجازه بدید خدمت همه حضار محترم درود بفرستم و تشکر کنم از بنیاد همزبان با یادی از زحمات مادر عزیز شما سرکار خانم دکتر برجیس که واقعا همیشه جاشون سبز خواهد بود و هست و تشکر از دوستانی که دستن در کار بوده. حقیقتش وقتی که از من خواستن که بیام خدمت شما و با هم صحبتی داشته باشیم و من مسئله دموکراسی و خانواده رو پیشنهاد کردم، یکی از علتهای اصلیش این بود که توی دنیای امروز همه دنبال دموکراسی هستن. همه اگر نگاه کنیم انقلابات، تظاهرات، تحرکات اجتماعی، تحولات اجتماعی به نوعی به یک هدفه و اون اینه که ما دموکراسی نداریم، آزادی نداریم، دنبال آزادی خواهی هستیم، فشار و استرس زیاده و به همین دلیل همه تلاش ها متوجه به این هست که سعی بکنیم دموکراسی رو در جامعه مستقر بکنیم. خب از جهات و از زوایای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال اون خیلی به این مسئله نگاه کردن، ولی شاید کمتر به این بحث توجه شده باشه که واقعا ریشه های دموکراسی در خانواده کجاست؟ آیا خانواده نقشی در ایجاد دموکراسی داره یا نه؟ و اگر داره چیه؟ و اگر تا به حال ما به دموکراسی دسترسی پیدا نکردیم، با توجه به این که اگر امروز بتونیم نقش و جایگاه خانواده رو در دستیابی به دموکراسی یه مقدار بازتر بکنیم و بیشتر توضیح بدیم در موردش، اون وقت میدونیم که شاید به جای بیرون رفتن از خونه هامون تحولات و تحرکات اجتماعی، نه به جای اون ولی در کنار اون، توجه دقیق‌تر و قوی‌تری هم داشته باشیم به خانواده، برای اینکه به اعتقاد من دموکراسی از خانواده شروع میشه و میتونه به جامعه سرایت بکنه. به همین دلیل بود که بحث دموکراسی و خانواده رو پیشنهاد کردم که بدونیم یه زاویه خیلی مهمش خانواده است، چیزی که خیلی بهش توجه نمیشه، مثل موارد دیگه که در خانواده بهش توجه نمیشه و در واقع خانواده معمولا وقتی مطرح میشه که با یه مشکل مواجه میشه، تا با مشکل مواجه نشده انگار به جایگاه و ارزش و تأثیر و نفوذش در مسائل اجتماعی، ارتباطی، اقتصادی و اساساً دنیای امروز خیلی دیده نمیشه، به چشم نمیاد. درسته. وقتی که واژه دموکراسی رو ما میشنویم، بیشتر شاید فکرمون محدود به امور سیاسی و کشورداری است. وقتی که این واژه رو میشنویم ما اونطور فکر میکنیم، اما این بست ایده دموکراسی که دموکراسی خارج از امور کشورداری، شاید در تمام جای جای زندگی ما میتونه نقش داشته باشه، چه در خانواده، چه در محیط کار، چه در کعبه و بتخانه و دموکراسی. چرا؟ برای اینکه دموکراسی با سیاست ربط داره و سیاست فقط سیاست کشورداری نیست. در هر جایی که شما میرید این دوتا که با هم رابطه تنگاتنگ دارن، همونطور که هر جایی که سیاستی موجود هست باش میتونه دموکراسی یک رابطه تنگاتنگی داشته باشه. اما این رو هم که بیان کردید جالب بود که دموکراسی از خانواده شروع میشه، یعنی اگر مبانی دموکراسی در یک در خانواده ها به طور خاص مطرح شده باشه و نهادینه شده باشه، شاید ما بتونیم فکر بکنیم که این میتونه در امور بزرگتر مثل شهری و کشوری اینها هم تأثیر مثبتی بگذاره. اجازه بدید که چون کلمه دموکراسی چندین بار مطرح شد، یک تعریفی بکنیم از دموکراسی که مطمئن باشیم هممون راجع به همون بحث داریم صحبت میکنیم. شما تعریف خاصی رو دارید که ارائه بکنید به ما؟ معمولا برای تعریف این قضیه عمومی‌ترین تعریفی که برای دموکراسی میکنن، حکومت مردم بر مردمه، حکومت اکثریت جامعه است. و اینجا یک ابهامی، یعنی این دیگه کلی‌ترین و ابتدایی‌ترین و همونطور که عرض کردم عمومی ترین تعریفی است، معمول ترین تعریفی است که برای دموکراسی میشه، ولی توی این تعریف یه ابهامی وجود داره و اون اینه که این مردم کیان.
مردمی که دارن بر مردمی دیگه حکومت میکنن، اونایی که بهشون حکومت میشه کیه، اونایی که دارن حکومت میکنن کیان، و همینجا تعاریف دیگه بیرون میاد و افراد مثلا یه عده میگن اکثریت مردمن، یه عده میگن نمایندگان مردمن، یه عده میگن نخبگان هستند. افلاطون که در کتاب جمهوریتش میگه که نه، اکثریت دانا هستند. بنابراین اینجا بحث دموکراسی، اگر بخوایم حکومت بگیریم باید ببینیم واقعا ما مقصودمون اینه که چه نوع حکومتی، چه نوع گردانندگی، چه شیوه ای از گردانندگی، چون در نهایت دموکراسی هدف نیست، دموکراسی یه شیوه است، یک طریقه گردانندگی و مدیریت هست، حالت چه در جامعه کلان چه در سطح خانواده. اینجاست که مجبوریم تعریف دموکراسی رو بازش بکنیم و ببینیم چیه. من برای اینکه این تعریف رو بتونیم یه مقدار بیشتر باز بکنیم، برمیگردم به این که ما همه معتقدیم در جامعه باید نظم وجود داشته باشه. شاید از یک زاویه بتونیم بگیم جامعه‌ای که درش نظم نباشه دموکراتیک نیست، یعنی در واقع هرکی هرکی باشه، بی بندوباری باشه، از هم گسیختگی باشه، اختشاش باشه، هر کس هر قانونی برای خودش بذاره و هر جور که دلش بخواد رفتار بکنه، اون جامعه رو میگیم دموکراسی نیست. زورگویی باشه، ظلم باشه، همه اینها در واقع موانع دموکراسی هستن. ولی سوال اینجا اینه، اون نظمی که داریم ازش صحبت میکنیم چیه؟ یه تعریف کلی که برای نظم وجود داره این هست: نظم رابطه ضروری منبعث از حقایق اشیا. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما رابطه بین اکسیژن و هیدروژن میبینید، زمانی این رابطه مبتنی بر نظم و حالا یه ذره بیشتر جلوتر بخوام برم بر عدل هست که این رابطه از ذات این دوتا برانگیخته شده باشه، چیزی مغایر با ذات اکسیژن و هیدروژن نباشه. حالا ذات اکسیژن چیه؟ به این هست که میل ترکیبی با هیدروژن داشته باشه. ذات هیدروژن چیه؟ به این هست که میل ترکیبی با اکسیژن داشته باشه. من تصحیح کنید اگر که شیمیم خرابه. تا حالا خوبه. بنابراین اگر ما اکسیژنی نمیبینیم که میل ترکیبی با هیدروژن نداشته باشه در اون شرایط مناسب، و هیدروژنی نمیبینیم که میل ترکیبی نداشته باشه، اگر این رو نداشته باشه دیگه اکسیژن نیست. مثل آتش، اگر حرارت نداشته باشه دیگه آتش نیست. حالا هر رابطه ای که آتش به تبع حرارتش، به تبع ذاتش و اشیاء دور و بر خودش برقرار کنه، ایجاد نظم میکنه. اگر ما از یک آتش انتظار داشته باشیم که باعث بشه چیزی یخ بزنه یا خنک بشه، این رابطه به اعتبار آتش در واقع رابطه نظم برانگیزی نیست. حالا وقتی میایم تو این رو توی روابط انسانی بهش نگاه میکنیم، میبینیم که انسان یک ویژگی انسانی داره، ویژگی های خاصی داره که اون رو متمایز میکنه و بهش انسانیت رو میده، مثلا انصاف، مثلا محبت، و از همه مهمتر، حالا نمیخوام صفات انسانی رو یکی یکی نام ببرم، ابتدایی و اولین و مهمترین صفتی که انسان بهش شناخته میشه حق انتخابه. بنابراین هر جا روابط انسانی بر اون اساس باشه که حق انتخاب حفظ بشه، این نظم حفظ شده. ولی هر جا روابط انسانی باعث بشه که حق انتخاب افراد یا طرفین رابطه نقض بشه، از بین بره، اون رابطه یک رابطه است که بهش میگیم رابطه پریشان، آشفته، از هم گسیخته، بی نظم، بی در و پیکر و همه اینا. بنابراین دموکراسی مستلزمه، اولین قدمش این است که دموکراسی مستلزم نظم هست. ما نمیتونیم بگیم جای دموکراسی به وجود میاد ولی نظم وجود نداشته باشه. همیشه نظم و دموکراسی با هم توأمه، به خصوص در جوامع انسانی، برای اینکه باید در چارچوب انسانیت و ارزش‌های انسانی اتفاق بیفته. یعنی نمیتونیم روابط انسانی داشته باشیم ولی مبتنی بر شیوه ارتباطیمون انسانی نباشه، غیر انسانی باشه. اینجا دموکراسی به هم، در واقع نظم به هم میخوره و دموکراسی دقیقا همینجا مفهومش مشخص میشه. بنابراین به عبارتی شاید بتونیم بگیم دموکراسی آنگونه شیوه گردانندگیست که مبتنی بر حفظ حق انتخاب انسان ها باشه. حالا اینکه این حق انتخاب رو ما چطور میخواییم
اون گرداننده رو به وجود بیاریم یا انتخاب بکنیم یا انتصاب بکنیم به چه شکلی باشه که بتونه حق انتخاب افراد رو حفظ بکنه، اینجاست که بحث خود دموکراسی دوباره مطرح میشه که خارج از چارچوب اون نظم نباشه، که اینجا صحبت برای این هست که در واقع من استناد میکنم به همون نکته ارسطو که آیا اکثریت نادان، اکثریتی که خارج از اون صفت انسانی عمل میکنن، اگر نادانی رو این تعریف بکنیم، آیا اینها میتونن ایجاد دموکراسی بکنن و ما میتونیم بگیم اکثریت جامعه رو حتی اگر نادان باشن انتخاب بکنیم به دموکراسی دست میابیم؟ به نظر میاد اینطور نیست. بنابراین تعریف دموکراسی، من با صحبتهایی که با نظام عزیز داشتم، ایشون هم حتما اضافه خواهند کرد مطالبی رو به صحبت من نمیخوام متکلم وحده باشم، در مورد اینکه واقعا اون دموکراسی رو ما اگر میخوایم ایجاد بکنیم باید انتخابمون اون کسی رو یا اون منبع یا شورا یا گروهی رو که به عنوان گرداننده انتخاب میکنیم چه افرادی باشن. هر کسی رو نمیتونیم انتخاب بکنیم اگر میخوایم دموکراسی رو ایجاد کنیم. پس اگه من یه جنبندی بکنم از فرمایشات شما، میتونیم بگیم که دموکراسی در واقع یک وسیله است یا یک ابزار هست. ما این ابزار رو باید ببینیم بر چه اصولی مبتنی هست. یکی از اصول این هست که ما میخوایم نظم ببخشیم به سیستمی که در اون از این ابزار استفاده میکنیم. دوم این هست که دوست داریم که تک تک کسانی که در این سیستم هستن قدرت کلام داشته باشن، خواسته هاشون شنیده بشه و کسانی که به نمایندگی از این جمع تصمیم هایی میگیرن شنونده های خوبی باشند. این قدرت انتخاب درسته که یکی از اصول جدایی ناپذیر یک سیستم دموکراتیک هست، ولی تضمین نمی کنه که انتخاب هر کسی از آحاد افرادی که در این سیستم هستند همیشه برآورده بشه. نهایتاً انتخاب ممکنه بر اساس اکثریت باشه یا بر اساس دانایی باشه، اما نهایتاً انتخاب هایی صورت میگیره بعد از اینکه تمام افرادی که حرف زدن و حرف هاشون شنیده شده، اینها با همدیگه تجزیه تحلیل بشه و به یک انتخاب میرسیم. پس همه همیشه به مقصد خودشون نمیرسن، اما جاییست که همه صداشون شنیده خواهد شد. زیبا بود که شما یک گریزی زدید به افلاطون در کتاب جمهوریت. در اون کتاب افلاطون یک مثال قشنگی میزنه در مورد یک کشتی که در آبهای پر از تلاطم گرفتار شده و ریسک غرق شدن داره. یادم افتاد به رومی که میفرماید چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد. توجه بکنید، یک کشتی که در آبهای پرتلاطم گرفتار شده و میگه که اگر در این کشتی شما بیاید به رأی اکثریت عمل بکنید که کسی بیاد ناخدایی این کشتی رو قبول بکنه، به رأی بگذارید، اگر اکثریت در مورد سکانداری و ناخدایی نادان هستند، ممکنه یک انسانی رو بر اساس محبوبیت و قد و روش سخن انتخاب بکنن، ولی این ممکنه همشون رو به فنا بده. یعنی اینکه دموکراسی یک مبنایی باید داشته باشه که حداقل بیشتر کسانی که دارن رأی میدن و شنیده میشن یک دانایی داشته باشن در مورد چیزی که دارن روش رأی میدن، وگرنه دموکراسی به عنوان یک ابزار همیشه کار درست رو به شما تحویل نمیده. نمونه اون رو در امور کشورداری هم میبینیم. من گریز نمیزنم چون بنیاد غیر سیاسی است. اما پس دموکراسی باید در محیطی باشه که همه شنیده بشن، اما بر اساس یک اصولی باشه که همه بتونن اینها رو تعدیل بکنن و تصمیم‌هایی گرفته بشه که برای عموم کسانی که در اون سیستم هستن مفید فایده باشه. من اگه اجازه بدید نکته رو اضافه بکنم به صحبت شما، و اون اینی که اولا همونطور که گفتید دموکراسی هدف نیست، دموکراسی
شیوه ایست که ما انتخاب میکنیم به هدف برسیم و اون هدفی که معمولا انسان به طور کلی حالا چه در سطح اجتماعی چه در سطح فردی چه در سطح خانوادگی دنبالش هست این هست که یک فضای امن پر از آرامش و صلح داشته باشه چه در حیطه خصوصی خودش یعنی شما اگر نگاه کنید یه فرد خودش با خودش در جنگ و جدال و نزاع باشه در واقع احساس آرامش نمی کنه احساس صلح با خودش نداره همین رو در سطح جوامع بزرگ واقعا ما می بینیم که الان جوامع متعدد دنیا من نگاه سیاسی به این قضیه ندارم همونطور که شما گفتید ولی از نظر اجتماعی خیلی راحت میشه تحلیل کرد مردم دنیا با هم در صلح و آرامش نیستن احساس امنیت نمی کنن در واقع دموکراسی تلاشی است راه‌هایی است برای ایجاد یک فضای امن و پراعتماد که بتونه به من احساس آرامش بده در جامعه در سطح جهانی گرفته تا در سطح خانوادگی و اینجا خیلی مسئله مهم میشه که ما میخوایم چیکار بکنیم ما با دموکراسی میخوایم ایجاد فضای امن بکنیم میخواید نظام جان اون بحثی رو که شما راجع به چرچیل گفتی و نظرش در مورد چرچیل به نظرم خیلی مهمه اگر اینجا بعد چرچیل در دهه 40 میلادی چندین سخنرانی داشته در هاوس آف کامنز یا معادل پارلمان انگلیس و یک بار که به مزاح میگه که این شنیده شده که بزرگان گفتن دموکراسی بدترین نوع زمامداری است منتها تمام انواع دیگر که به امتحان گذاشته شده از اون هم بدتره یعنی اینکه پس خود دموکراسی یک چیز یک پدیده تکامل نایافته است یک پدیده خیلی کاملی نیست این مسئله اول که مطرح میکنه اما بعدن میگه که دموکراسی رو میتونیم بهش به عنوان یک بیمه نگاه بکنیم بیمه برمیگرده به فرمایشات شما که شما میفرمایید که یک فضای امن و قابل اعتماد رو ایجاد بکنیم شما وقتی یک فرض بفرمایید کمپانی رو یا ماشینتون رو یک چیز رو بیمه خونتون رو بیمه میکنید برای احساس امنیت بیمه میکنید چرا؟ برای اینکه دوست دارید که اگر یه وقت اتفاقی افتاد سیلی آمد یک خسارتی وارد شد بتونید به یک محلی برید و این خسارت ها رو برآورده بکنید بدون اینکه برای شما مشکل خیلی عظیمی ایجاد بشه اینه که چرچیل وقتی که راجع به دموکراسی به عنوان بیمه صحبت میکنه میگه بیمه امنیت میاره همینطور که شما میفرمایید و این امنیت رو از هم خطرهای درونی و هم از خطرهای بیرونی میاره شما فکر بکنید اگر در یک جامعه مثلا در محیط سیاسی در امور کشورداری دموکراسی نباشه در واقع خطر طغیان در اون سیستم بالاتره و خطر یورش از بیرون هم به اون سیستم بالاتر خواهد بود پس این دموکراسی اگر بیاریمش در سطح خانواده خطر طغیان هم در داخل خانواده کمتر خواهد بود و هم این خانواده میتونه باعث امنیت در اون جامعه در اون دهکده در اون همسایگی برای دیگر خانواده ها باشه به هر صورت اینها رابطه تنگاتنگ با هم دارن امنیت بیمه و احساس اعتماد که تمام اینها اعضای جدایی ناپذیر هستند در این واحد خانواده نقش خانواده در ایجاد دموکراسی رو چطور من قبل از اینکه این رو بهش بپردازیم در واقع این نکته رو می‌خواستم تاکید کنم که در واقع وقتی ما صحبت از اعتماد، امنیت، احساس آرامش و همه اینا می‌کنیم اینا همه همون چیزاییه که به نظم برمیگرده یعنی نظم همونطور که گفتیم برانگیخته شده از ذات انسانیه ذات انسانی امنیت رو دوست داره ذات انسانی اعتماد رو دوست داره احساس آرامش رو دوست داره صلح رو دوست داره پس فضایی که دموکراسی ایجاد میکنه که مبتنی بر نظمه در واقع فضایی است که اینها رو داره در خودش حالا این خود این فضا یه ویژگی هایی داره که یکیش این هست که در فضای دموکراسی رقابت نیست همه چی مبتنی بر همراهیه جایی که اعتماد نباشه در واقع چه چیزی همیشه مانع اعتماده اون بحث خودخواهیه در فضای خودخواهی که من منفعت خودم رو میخوام و منفعت دیگران رو ندیده میگیرم
یه فضای بی‌اعتمادی ایجاد میکنه، همون چیزی که در رقابت هست. من میخوام توی مسابقه بدوم، جلوتر برسم و شما به پای من نرسید. برای اینکه شما به پای من نرسید، من حتی حاضرم پام جلو پات بگیرم که احیانا زمینم بخوری که من برنده بشم. نتیجتاً فضایی که درش رقابت باشه مبتنی میشه برای اینکه من مهمم، من بالاترم، من بهترم و تو پایینتری، تو بدتری، تو کمتر باید داشته باشی. همین خودش یعنی عدم نظم. و بنابراین ما در واقع با فضای دموکراسی، با روش دموکراسی میخوایم این فضایی رو که رقابت درش نیست وجود داشته باشه ایجاد بکنیم، فضای رقابت رو تبدیل بکنیم به فضای همراهی. چیز دیگه که در دموکراسی وجود داره این هست که نظر همه افراد مبتنی بر صلح هست و روابط افراد. یعنی بیشتر به جای اینکه من به شما توجه بکنم، من تمرکزم میاد به رابطه بین ما، یعنی همون نظمی که صحبتشو کردیم. آیا رابطه بین من و ایشون بر اساس اون چیزی هست که درونمون رو آروم بکنه و درون ما میخواد از ما، ذات انسانی ما از ما میخواد، یا نه یه چیزی خارج از این هست؟ البته ناگفته نماند الان صحبت روی این که ذات انسان چی میخواد و چی داره و چی نیاز داره خیلی بحث باز میشه، کمتر بعدها انشالله فرصتی باشه بهش بپردازیم، ولی من الان فقط در یک کلمه کلی که فکر میکنم همه تقریبا درش متفق القول هستیم میپرزم اون بحث انسانیته، تمام ویژگی هایی که در چارچوب انسانیت قرار میدیم. بحث دیگه این هست که اساساً دموکراسی ایجاد آزادی میکنه و آزادی به معنی حق انتخاب. افراد حق انتخاب داشته باشن و این حق انتخاب از شنیده شدن میاد، یعنی ما باید بتونیم بشنویم که بتونیم حق انتخاب بدیم. من اگر الان شما رو نشنوام که خسته شدید یا تشنتونه یا گرسنتونه یا حوصله ندارید، چطور میتونم برای شما حقی قائل بشم که از این جمع برید بیرون مثلا یه هوایی بخورید و برگردید و این خستگیتون در بره؟ در چنین فضایی دموکراسی نیست. اگر من بخوام کنترل بکنم افراد رو، مجبور بکنم، یا شما بالعکس بخواید این رابطه رو با دیگران داشته باشید، میبینیم حق انتخاب نیست و همونجاست که افراد احساس آزادی نمی کنن، احساس میکنن اسیرن، احساس میکنن کنترل میشن. خود این مسئله، خود اینهایی که عرض کردم، تمامش بر میگرده به یه نکته و اون بحث شنیدنه که انشاءالله بهش میخواهیم پرداخت. بسیار خوب. برگرده به سوال شما. شما فرمودید در مورد عدم رقابت در یک محیط دموکراتیک، یک بحثی است که شاید سنگین باشه برای غربی ها، چون خیلی از افکار غربی ها بر اساس برد و باخت تعریف میشه. شرقی ها هم همینطور، ولی اصولا همه فکر میکنن کی قراره ببره، کی قراره ببازه، و برد و باخت اصولا در قالب رقابت تعریف میشه. اما یک روش دیگر نگاه کردن به سیستم ها که من فکر میکنم دموکراسی در واقع یکی از انعکاس های این روش هست، فلسفه‌ای هست به نام نظریه بازی ها. نظریه بازی ها که جان نش براش جایزه نوبل رو دریافت کرد، در خیلی از جاها کاربرد داره، در بیولوژی، در اقتصاد، در علوم اجتماعی، و دموکراسی هم در واقع یک چشمه ای از نظریه بازی هاست. نظریه بازی ها یعنی این که اگر همه ما دور یک میز نشستیم و مشغول به یک بازی خاصی هستیم، اگر من هر موقع فرض کنید حالا ورقی در دست دارم یا هر چیزی که در دست دارم میخوام بازی بعدی رو بکنم، اگر صرفاً به سود خودم بیاندیشم، این برای گردش بازی یا دوام بازی خیلی عمل نمیکنه. برای که زندگی در مورد گردش و دوام و مانایی است. این هست که اگر من هر موقع که میخوام حرکت بکنم فکر بکنم خب منفعت من چیه، ولی منفعت اکثریت کسانی که دور میز هم نشستن رو در نظر بگیرم، بازی برای همه خوشایندتر خواهد بود و چند دست اضافه هم بازی خواهد شد. این هست که من فکر میکنم محیطی که در اون رقابت نیست، محیطی که هست که تصمیم گیرنده ها فقط منفعت خودشون رو در نظر ندارن، بلکه منفعت تمام کسانی که دور میز نشستن یا در این خانواده هستن یا در این شهر هستن رو در نظر میگیرن برای تصمیم هاشون. و این فکر میکنم که خیلی مهم هست.
اجازه بدید که برگردیم به این که جایگاه دموکراسی رو در خود خانواده یکم بیشتر تعریف بکنیم. خانواده چطور میتونه، ما مقداری داستان رو از نظر مفهومی بررسی کردیم، ولی از نظر عملی یک خانواده چگونه میتونه بیاندیشه به این که آیا در ما دموکراسی وجود داره؟ آیا ما از در این نظریه بازی ها داریم همه رو افکارشون رو میشنویم و به خواسته هاشون میپردازیم؟ چطوری این رو ما از نظر عملی بهش نگاه بکنیم؟ اولا بحث عمده این هست که من میخوام بگم زیربنای بسیاری از مسائل اجتماعی، ببخشید من عینک عوض میکنم، دور و خوب با این میبینم، نزدیک و با اون یکی میبینم. حالا صبر کنید وقتی به سن من رسیدید. آره صورتم هم کوچیکه، عینک بایفوکال نمیتونم استفاده کنم، مشکل اینه. به هر حال و اصولا من معتقدم تمام ساختارهای اجتماعی و تمام چیزهایی که ما از نظر اجتماعی، تحولات، حرکتها، تکنولوژی، هر چیزی بحث اجتماعی که اتفاق میفته، خانواده درش نقش داره. چرا؟ چون خانواده درست مثل یه ملت کوچکه. در جامعه شناسی میگن کوچکترین واحد اجتماعیه و من میتونم بگم به جرأت که یک ملت کوچکه. یعنی هر چیزی که شما در جامعه کلان میبینید تو خانواده در سطح کوچکتر و الگوی کوچکترش میبینید، از اقتصاد گرفته، از بودجه بندی گرفته، از دموکراسی گرفته، از هر اون چیزی که به ذهنمون بیاد، پیشرفت، تکامل، رشد، افت و خیز، همه اینها در خانواده وجود داره. به همین دلیل خانواده از نظر جهت دموکراسی دو تا نقش عمده داره. یکی این که افراد آزادی خواه در خانواده پرورش پیدا میکنن. دوم این که با ایجاد این فضای دموکراتیک الگویی دست جامعه میده که بتونن چطور جامعه دموکرات رو ایجاد کنن. حالا چطور؟ این بحث بازی ها رو که نظام جان عزیز عنوان کردن، همونطور که گفتم در تمام علوم انسانی و اجتماعی هم رخنه کرد، از جمله در روانشناسی فردی به نام اریک برن روی این کار کرد که معتقد بود، من فکر میکنم توی سمینارهای پیشین آریزونا در موردش صحبت شد و یادم اگر اشتباه نکنم آقای دکتر امینیان هم در این مورد صحبت کردن. اریک برن معتقده که شخصیت انسان ها سه بخش داره، یه والده، یه کودک، یه بالغ. کودک بخشی است که ما باش به دنیا میایم، تنها چیزی هم که کودک میخواد لذته، دنبال لذته، نه قانون میشناسه، نه قاعده میشناسه، نه انسانیت میشناسه، نه اخلاق میشناسه، هر چیزی که بهش لذت بده و احساس خوشایند بده دنبال اون میره و هر چیزی که بهش احساس ناخوشایند بده و درد بده ازش گریز داره. اصلا هم تو همونطور که گفتم تو قاعده و قانون نمی گنجه، میشینه یه دفعه دلش میخواد 10 تا شکلات بخوره، یه بچه میشینه میخوره. و همه شخصیت ما این بخش کودک رو در خودش داره، یعنی همه ماها به دنبال لذت، به دنبال خوشی، به دنبال احساسات خوشایند هستیم. یه بخش دیگه بخش والده. والد مجموعه باید و نبایدها، بکن و نکنها، درست و غلط هاست. حالا انسان با اون بخش کودکش به دنیا میاد و بعد توی یک فضای خانوادهی قرار میگیره، یعنی اولین دنیاش، اولین جامعهش، اولین دولتش قرار میگیره که شروع میکنن هی براش باید و نباید میذارن. حالا باید غذا این موقع بخوری، شیر تو این موقع بخوری، الان این غذا رو نباید بخوری، نمیدونم تا قبل از یک سالگی عسل نباید بخوری، تا حالا دندون داری در میاری اینو بخوری، حالا راه میری این کارو باید بکنی، مواظب باشی، لباس اینو بپوش، یعنی باید اینطور باشی، نباید اینطور باشی، جای میری به شیرنی تعارف میکنن یه دونه بیشتر بر ندار، دوتا نباید برداری، بزرگتر میبینی باید سلام بکنی، به کوچیکترت میرسی نباید اذیت بکنی. یعنی شما میبینید این باید و نبایدها همینطور رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه و بعد به صورت یک ضبط صوت درونی درون همه انسان ها میشینه که ما خیلی از کارهایی که میکنیم به طور اتومات انجامش میدیم بدون اینکه راجعش فکر کنیم. کمتر پیش میاد مثلا من وقتی میخوام قرمه سبزی بپزم بگم حالا مثلا من تو قرمه سبزی چرا نباید هویج بریزم؟ اتومات میاد، برای اینکه همیشه مادرم بهم گفته
باید تو قرمه سبزی این سبزی رو بذاریم، هر چیزی که ما داریم واقعا خوبه یه روز به رفتار خودمون نگاه کنیم، ببینیم این والد ما و ضبط صوت درونی ما چقدر داره هی به ما میگه این کارو بکن کارو بکن کارو بکن، و ما بیچون و چرا اطاعت میکنیم و دنبالش میریم. این دو تا بخش با هم به جدال میفتن، یه بخش دلش میخواد هر کاری بکنه هیچکی هم جلوش نگیره، یه بخش هم دائم کنترل میکنه و اینو باید انجام بدی اونو نباید انجام بدی. و اون وقت اون بخش سومی که انسان بهش نیاز داره و در درونش هست بخش بالغه. بالغ به این معنی که بخشی است که میخواد هم با کودک دوست باشه، رضایت او رو به دست بیاره، هم والد رو حفظ بکنه. برای اینکه نمیتونیم تصور بکنیم انسانی یا جامعه حتی یا موجودی که فقط کودک باشه یا والد باشه یا یکی اینا رو نداشته باشه، فقط بالغ باشه. بالغ در واقع اون بخشی است که بین این دوتا صلح و صفا برقرار میکنه. حالا وقتی صحبت از بازی ها میشه، متاسفانه میبینیم در خیلی از اوقات این بخش بالغ خیلی رشد نکرده. جایی که دموکراسی نیست بخش بالغ رشد نمیکنه، برای که اجازه فکر کردن، اجازه پرسش کردن، اجازه انتخاب کردن، اجازه تصمیم گرفتن به فرد داده نمیشه. حتی در خانواده ای که دموکراسی نیست، شما فکر کنید خانواده که دموکراسی نیست چه اتفاقی میفته؟ دائما یکی یا چند تا از اعضای خانواده میگن باید اینجوری بکنی، نباید اون کارو بکنی، این قانونه، حتما هم باید این اجرا بشه، رو حرف منم حرفی زده نمیشه. بنابراین ما زمانی میتونیم بازی رو که ایشون گفتن انجامش بدیم، منفعت دیگران رو در نظر بگیریم علاوه بر منفعت خودمون، و این نظرگاه رو داشته باشیم که بدون منفعت دیگران من هم منفعت نمیبرم، من هم ممکنه بازی رو خیلی کوتاه مدت برنده بشم و همه رو ببرم، حالا همه رو بردم میخوام چیکار کنم؟ شما فکر کنید تمام ثروت و منابع دنیا رو جمع بکنم بدن دست یه نفر، حالا میخواد چیکار کنه با این منبع و منابع و ثروت؟ برنده است دیگه، برنده مطلق، ولی چیکار میخواد بکنه با این؟ اون وقت اونجاست که این که من بدون دیگران بقا و دوام و زندگی و احساس زندگی برای معنا نخواهد داشت، و این نگاه یک نگاه بالغانه است به مسائل. حالا من اینو میارمش تو بحث خانواده و دموکراسی. اولین قدم برای خانواده که بتونیم درش ایجاد دموکراسی بکنیم بحث شنیدنه. یعنی من زمانی میتونم به شما فکر کنم، همراه باشم با شما، اون بازی که ارتباط، بازی که بین ماها برقراره، گفت و شنودی که بین ما برقراره، اون بازی رو به صورتی انجامش بدم که هم شما خوشحال و راضی باشی، منفعت شما باشه هم منفعت من باشه، که من اول شما رو بشنوم ببینم شما چی میخواید. ما خیلی از اوقات نمیشنویم آدم ها چی میخوان. اینجا اجازه بدید که این بحث شنیدن رو باز کنیم که یکی از بسیار مسائل بسیار بسیار مهم در امر ارتباطاته. ما همه فکر میکنیم خیلی خوب میشنویم، شنونده های خوبی هستیم، شنونده های صبوری هستیم. پدر مادرها به خصوص تو خانواده فکر میکنن دیگه من نمیدونم این بچه من چی کار باید براش بکنم که نکردم. بچه ها فکر میکنن این پدر مادر من چی میخواد، من که هر کاری داره میگه انجام میدم. ولی مسئله اینه که در این به اصطلاح سوء تفاهم ارتباط یا اون شنیدن اتفاق نمیفته. شنیدن چند تا مرحله داره. من خواهشم اینه که همونطور که من دارم اینا رو اسم میبرم شما فکر کنید ببینید در قالب موارد تو کدوم مرحله هستید. این خیلی تمرین خوبیه برای خودمون. مرحله اول اینه که شما اصلا اینجا نیستی، فقط یه صدایی میشنوید، امواج صداست بدون اینکه ما بدونیم چیه. خیلی از اوقات شده وارد اتاق میشید، همسرتون، پسرتون، دخترتون داره تلویزیون نگاه میکنه، میگید این چی گفت؟ میگه ها حواسم نبود. صداها رو میشنیدن، یعنی اگر نگاه کنید حالا شما بیشتر میدونید ارتعاش مغز رو، قشنگ ارتعاش صوتی رو مغز حس کرده ولی اصلا حواسش نیست چیه. در مرحله دوم کلمات رو میشنون ولی درک نمیکنن، فقط کلمه رو میشنون. یادمتون مدرسه ما معلممون که حرف میزد قشنگ میشنیدیم چی میگه ولی نمیفهمیدیمش، میگفت تکرار کن، تکرارم میکردیم ولی باز نفهمیده بودیم، فقط کلمه رو
حفظ کرده بودیم و تکرار میکردیم. در مرحله سوم وقتی داریم میشنویم دنبال کلمه ها و واژه های آشنا میگردیم، یعنی کلمه به کلمه و دقیق اینها رو نشنیدیم ولی دنبال یه کلمه میگردیم که بدونیم چیه، بعد حول و حوش اون داستان خودمون رو بسازیم. مثلا شما فرض کنید دارید راجع به این صحبت میکنید که آره من رفتم ماشینم رو بردم اینجا، ماشینم خراب شده بود، خواستم درستش کنم، تعمیرگاه خیلی تعمیرگاه مدرنی بود، ماشینه چه میدونم لکسس و بنز و چی هم تعمیر میکرد و اینا. حالا من هیچ کدوم حرفای شما رو نشنیدم، یه دفعه تو اون وسط بنز رو شنیدم. خیلی از اوقات میبینیم که من دارم راجع به یه چیزی حرف میزنم، اون طرف یه چیز دیگه جواب میده. چرا؟ چون یه واژه آشنا پیدا کرده، تو همون حوزه هم حرف میزنه، کل صحبت من رو نشنیده. پس بعضی وقتا ما دنبال واژه آشنا میگردیم. مرحله چهارم شنیدن اینه که حالا شنیدیم ولی قضاوت میکنیم. همینجور که شما دارید با من حرف میزنید، من دارم ارزیابی میکنم این داره درست حرف میزنه یا غلط حرف میزنه، این حرفش اصلا نمیخونه، بدون اینکه حالا من دقیق شنیده باشم که اون چی میخواد بگه، فقط شروع میکنم به ارزیابی کردنش. نه این غلطه. شما فرض کن از یک شخصیتی که خیلی بهش علاقه ندارید دهن که باز میکنه حرف بزنه، شما دارید دنبال این میگردید که یه ایرادی یه چیزی ازش پیدا بکنید و بگید این بیخود میگه، این باز مزخرف حرف میزنه، یا بالعکس. مرحله پنجم شنیدن مرحله ایست که ما همه اون مراحل رو گذروندیم و قضاوت میکنیم ولی در واقع داریم دنبال جواب میگردیم. شما دارید به من میگید که مثلا این سلفونا آیفون خیلی مارک خوبیه، ولی من دارم تو فکرم ایراد پیدا میکنم که این آیفون چیه و به شما جواب بدم نه آیفون این عیب هم داره این عیب هم داره. مثلا یه دفعه شما دارید میگه آره اینا کارش خیلی خوب، میگم بله ولی خیلی گرونه، اینا هی دارن از ما تازگیان که اصلا یه سال بیشتر دوام نمیاره، اینا چیزیه که خودم دنبال جواب قبلش گشتم براش. خب بنابراین مرحله در واقع پنجم مرحله است که من شنیدم و قضاوت کردم، حالا دارم شروع میکنم به چی؟ به جواب پیدا کردم. مرحله ششم مرحله است که قضاوت رو کنار گذاشتم، جواب کنار گذاشتم و حالا صحبتی رو که میشنوم با عقلم میفهممش. خب ببینیم ما هر چقدر داریم نزدیکتر میشیم میبینیم عمیق‌تر میشیم، میبینیم شنیدن ما هم توجه و تمرکز بیشتری میخواد، هم عمق بیشتری میخواد، ولی هنوز فقط با عقلم دارم میفهممش. مرحله هفتم که آخرین و عمیق‌ترین مرحله شنیدنه، اونجاییست که من با دل و جانم میشنوم. یعنی همونجور که شما دارید صحبت میکنید من هم میفهمم با عقلم و هم احساس شما رو حس میکنم. برای ایجاد دموکراسی، برای ایجاد، من میخوام فقط این کلید خیلی مهم رو عرض کنم خدمتتون، برای اینکه ما بتونیم یک فضایی بر مبتنی بر اون بازی منفعت همه یا همه برنده باشن، فضای همراهی ایجاد بکنیم، مهمترین مسئله اینه که وقتی میشنویم با دل و جان میشنویم. یک چیزی هست میگن که بودا اگر مجسمش رو دیده باشه گوشای خیلی بزرگی داره، میگن علت این اینه که بودا همیشه رو شنیدن تاکید میکرده که بشنوید، و این گوش بزرگ رو شنیدن نه فقط شنیدنی که من اصوات رو بشنوم بلکه اون شنیدنیست که با حس بشنوم. حالا اگر روابط ما در خانواده بر اساس فقط من یک کلید رو میگم در روابط خانوادگی و دموکراسی که مرتبط هست با دموکراسی، بر اساس شنیدن با دل و جان باشه، یعنی قشنگ بشینم او بگه و من احساسش رو بفهمم، پشت این چیزایی که داره میگه بفهمم چی میخواد، واقعا چی دلش میخواد، نیازش چیه، و بر اساس اون پاسخ بدم، این فضا فضایی میشه که در واقع من اون رو دیدم، او برام مهمه و به او هم حق انتخاب دادم که هم حرفش رو بزنه، هم ما دوتا بتونیم به یک راه کار مشترک برسیم که هر دو از این ارتباطی که اسمش رو بازی میذاریم منفعت ببریم و احساس همراهی بکنیم. حالا اگر چنین فضایی اتفاق بیفته، فضا میشه فضای دموکراتیک.
میشه فضای اعتماد، میشه فضای آرامش، میشه فضای محبت، میشه فضای صلح و ذهنیت من اصلا این میشه که من آماده شنیدن باشم. شما نگاه بکنید توی این همه تظاهرات و اعتصابات و چه میدونم خشمی که مردم دارن بیرون میریزن، هی اونا داد میزنن، هی عکس العمل و فیدبک و بازخورد اینا نشون میدن که آقا ما اصلا تو رو نمیشنویم. شعارا رو توجه بکنید توی هر کشوری ها فرق نمیکنه، من صحبتم روی صحبتم با ایران نیست، چون به هر حال هر جا رو که نگاه میکنید یه درصدی راضی یا ناراضی هستن. اون ناراضی ها هرچی حرف میزنن هیچکی انگار نمیشنوه اینا چی میگن. یکی اصلا از علتهای داد زدن همینه، من صدامو بالا میبرم چون احساس نمیکنم که دارم شنیده میشم، هی داد میزنم بلکه بیشتر منو بشنوهن. بنابراین وقتی در ما سعی بکنیم فقط از همین، حالا من یک کلیدشو میگم، فقط از طریق همین شنیدن ایجاد یک فضای دموکراتیک در خانواده بکنیم، نگرش فرد، اون فردی که در خانواده یه عضوی از این سیستمه و این شبکه ارتباطی قرار گرفته، نگرشش نگرش دموکراتیک میشه، نگرش آزادی خواهی میشه، آماده شنیدنه، آماده حس کردنه، آماده تحمل کردنه و خود همین یک فضای امن و با اعتماد ایجاد میکنه. وقتی اعتماد اتفاق افتاد اون وقته که ما میتونیم بگیم دموکراسی هم هست. یعنی من برای اینکه ایجاد دموکراسی بکنم در واقع دیگری رو بشنوم باید اعتماد وجود داشته باشه. من اگر به ایشون اعتماد داشته باشم احساس امنیت دارم و راحت تر میتونم گردانندگی امور اجتماعی یا زندگی یا شرکت یا هر چیزی رو به دست ایشون بدم. در صورت این اتفاق میفته که ایشون منو شنیده باشه. خیلی از اوقات ما میبینیم حتی وکیل موکلش رو نمیشنوه، میره ازش دفاع، قرار بره دفاع بکنه ولی ازش نمیشنوه، اصلا نمیدونه این چی میخواد، فقط تو ذهن خودش داره جلو میره. بنابراین این بحث شنیدن یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم هست که ما در روابط خانوادگی داشته باشیم برای اینکه چیکار کنیم، ایجاد دموکراسی بکنیم. اگر این فضای دموکراتیک در خانواده ایجاد بشه، این صلح و اعتماد و امنیت هم به جاهای دیگه رواج پیدا می‌کنه، سرایت می‌کنه. یعنی شما افرادی رو خواهید داشت که در یک فضای دموکراتیک رشد کردن، با ذهنیت دموکراسی و آزادی خواهی رشد کردن. اما خود این برمیگردن به اون صحبتی که در مورد افلاطون داشتیم، این که شنیده شدن چه کسی ما رو میشنوه؟ افراد دانا، افرادی که به انسانیت واقفن و آماده شنیدن هستن. حالا یه بحثی که در دموکراسی به وجود میاد بحث انتخابه. ما الان معتقدن خیلی از اوقات، بخصوص الان که عصر فرزند سالاری هست در خانواده، کمتر پیش میاد که بچه ها بگن که حق با پدر مادرمه، یا پدر مادر بگن خب اینم درست داره میگه. همش در حال اینه که این میگه من درست میگم، اون میگه من درست میگم، و حقیقتا در خانواده ها فضای دموکراتیک و آزادی خواهی وجود نداره. فضایی که هرگی زورش بیشتر میرسه، هرگی بیشتر میچربه زورش، اونم موفق‌تره، اونم انان اختیار رو در دست میگیره. به همین دلیل اگر نگاه کنیم بچه ها با طیب خاطر و اطمینان خاطر اختیار رو نمیدن دست پدر مادر، گردانندگی رو نمیدن به دست پدر مادر. یا اگر تعریف دموکراسی رو بر اساس اکثریت بذاریم، شما فرض کنید که خانواده 5 تا بچه داره، خب اکثریت با بچه هاست، هرچی بچه ها بگن پدر مادر باید انجام بدن. اینجاست که بحث انتخاب گرداننده، چون همونطور که ایشون هم تاکید کردن، در واقع بحث دموکراسی بحث شیوه گردانندگیه که ما چگونه شیوه گردانندگی داشته باشیم که منجر به یک جامعه در حال آرامش و صلح باشه. اینجا انتخاب کننده ها و انتخاب شونده ها خیلی خیلی مهم میشن. انتخاب کننده ها، گفتیم انتخاب شونده ها که اکثریت نمیتونن باشن، باید افراد دانا باشن. ولی ما چطور میتونیم انتخاب بکنیم که حتی امکان افراد اکثریت دانا انتخاب بشن، افرادی که قدرت انتخاب دارن، یعنی
بصیرت بیشتری دارن، آگاهی بیشتری دارن انتخاب بشن و انتخاب من انتخاب درستری باشه. ما میبینیم که خیلی از اوقات یکی از چیزهایی که در انتخابات همه جوامع من دیدم من دون استثناء وجود داره بحث تبلیغات و پروپاگانداست. با ادورتایز کردن، با تبلیغ کردن، آگهی دادن و اینکه هر کی بیشتر پول داشته باشه بیشتر میتونه تبلیغ بکنه، شما ببینید چقدر میتونن تیشه به ریشه دموکراسی در یک جامعه بزنن. همین رو شما تو خانواده هم میبینید. دختر بچه ها بیشتر زبون میریزن، قشنگتر میتونن رگ خواب پدر مادر رو به دست بیارن تا پسر بچه ها. در خیلی از موارد می پسر بچه ها آقایون الان خیلی خوشحال میشه. پسر بچه ها خیلی آرومن، خیلی صافن، خیلی راحت حرفشون رو میزنن و هیچ جوری نمیتونن به قول من رو بپیچونن. ولی دختر بچه ها زبلن، میدونن چی کار بکنن که جد. این همون شکل ادورتایز کردنه، نتیجتا رأی بیشتر میاره. وقتی هم میخواد یه کاری رو بکنه بیشتر بهش قدرت میدن. همین اتفاق در سطح جامعه کلان هم میفته. وقتی یکی کاندیدای ریاست جمهوری میشه در یه مملکتی، هرچی بیشتر پول خرج کنه، هرچی بیشتر بتونه خودش رو تعریف بکنه، از خودش تعریف نه به معنی واقعیت، بگه من آنم که رستم بود قهرمان، بیشتر رأی میاره. خب پس در فضای دموکراتیک اتفاقا اگر میخوایم انتخابات ما به صورت دموکراتیک باشه باید اینها از بین بره. مثلا در جامعه ایرانی و اصولا شرقی شما میبینید جنسیت خیلی مهمه. اگه دقت بکنیم میبینیم به حرف پسر وقتی میخوان مشورت کنن بیشتر گوش میدن تا به حرف دختر. حتی در خیلی از موارد توی یه جمع نشستید، خانم و آقای نشستن، زن و شوهرن، آقاه بیشتر توجه میگیره تا خانومه. چرا؟ چون این بحث صحبتی که ما با نظام عزیز داشتیم، یک تبعیض پنهان تو وجود همه ما هست و این یکی از عوامل مخل دموکراسیه. وقتی ما اینو داریم حق انتخاب کمتری میدیم به افراد و همین رو شما در خانواده میبینید. پسر عزیزتره، دختره کمتر به چشم میاد. یه جاهای دختر رو بیشتر ممکنه مورد توجه قرار بدن، یه جاهای کمتر. بحث این نیست که کی بهتر مورد توجه قرار میگیره، بحث اینه که ما این فاکتور تبعیض جداسازی رو از بین ببریم و این حق انتخاب رو بدیم واقعا به افراد. چون فضای دموکراسی متکی بر حق انتخابه و انتخاب کردن اون افرادی که قرار این حق انتخاب رو به ما بدن. از جمله چیزهای دیگه ای که میتونه در دموکراسی خیلی خیلی مؤثر باشه اینه که پنهان باشه. رأیی که ما میدیم پنهان باشه. اینه که من میگم فقط در سطح جامعه نیست، در سطح سیاسی نیست. تو خانواده شما میشینید افراد رو، یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم، یکی از دوستان من شریکی داشتن، 30 سال با هم شراکت داشتن و اینها کار کردن، زحمت کشیدن، خب ثروت بالایی هم به دست آوردن و شریکش بنا به دلایل این خانم فوت شد، بیماری حادی گرفت و فوت شد. و وقتی فوت شد حالا فامیل اون شریک سر بلند کردن که مثلا اینقدر میلیون دلار مال ماست، به دادگاه کشیده شد و مشکلاتش رو بماند. بعد جالبه این خانم قبل از فوتش در دوران مریضیش تمام بستگانش رو دعوت میکنه و میگه که بیاید به من بگید چی میخواید از ثروت من، در حد معقول من بهتون میدم. 2 ساعت تمام این جمع وجود داشته و این خانم حرف میزنه، یک دونه از این فامیلایی که بعد از فوتش مدعی شدن ما ثروت رو میخواید نگفتن چی میخواید، فقط حرفا رو ضبط کردن. خب چرا نباید بگم ما چی میخوایم؟ یه ترس پنهان. یعنی در فضای خانوادگی دموکراسی نبوده. از این خانوم شاید میترسیدن. به همین دلیل ما میگیم خب بچه ها بشین حالا ما هم مشورت رو کنیم خانواده. ولی خانومه میترسه اگه نظرشو بده حالا فردا این آقا میخواد 2 ساعت اخم بکنه و تخم بکنه و دعوا بکنه و مادرم ایراد بگیره به پدرم. آقاه میترسه اگر من بخوام نظر واقعیم رو بدم چی میشه؟
قرقر خانم رو میشنوم. نتیجتاً این بحثی که اینجا صحبت شد، دموکراسی مستلزم این هست که افراد آرائشون رو بتونن راحت بدن و یکی از چیزهایی که ایجاد آرامش و راحت بودن در رأی دادن میکنه اینی که پنهان بدیم. اگر میخوایم بریم سفر نگیم خب حالا بگید کجا میخوایم بریم، هیچ اشکال نداره، بگیم هر کی بنویسه بذاره رو اینجا که ما نفهمیم کی کجا میخواد بره. اینطوری راحت تر میخواند. یعنی یکی از عوامل بسیار بسیار بازدارنده در ارتباطات خانوادگی بحث ترسه و این ترس از همین جاها میاد. هرقدر فضای خانواده ترس درش بیشتر باشه، دموکراسی کمتره، آزادی خواهی درش کمتره، آسایش کمتره، آرامش کمتره. به هر حال حاشیه خیلی رفتم، در مجموع این رو میخوام عرض کنم که ما برای اینکه جامعه دموکراتیکی داشته باشیم نیاز داریم به افرادی که ذهنیتشون آزادی خواهانه باشه و دموکراتیک باشه، و برای اینکه این ذهنیت رو ایجاد بکنیم روابط ما باید با دیگران روابط دموکراتیک باشه. اگر روابط ما روابط دموکراتیک نباشه، خانواده میشه عرصه چی؟ میشه عرصه خشونت، میشه عرصه سلطه‌جویی، میشه مردسالاری، زنسالاری، فرزندسالاری. اصلا نفس سالاریت یعنی این که دموکراسی وجود نداره. مهم نیست کی سالار باشه، مهم اینه که هر جا یکی سالار میشه دیگه دموکراسی نیست. و جامعه ای که افرادش در چنین فضایی بزرگ شدن، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که چنین اتفاقی بیفته. یک مسئله دیگه هم اگر وقت داریم من عنوان بکنم که یکی از فاکتورهای کلیدی بسیار مهم در مسئله مسئولیت دموکراسی و خانواده است، بحث احساس مسئولیت. این که افراد وقتی حق انتخاب دارن، حق انتخاب بدون مسئولیت معنا نداره. متاسفانه امروزه آزادی رو به این معنا میگیرن که من حق دارم انتخاب بکنم ولی هیچ احساس مسئولیتی در قبال انتخابم ندارم. این تعریف آزادی نیست، این تعریفش میشه بی‌بندوباری. ولی آزادی اونجاست که من انتخاب میکنم، مسئولیت انتخاب رو هم میپذیرم. در خانواده باید این فضای بسیار مهم، در خانواده باید این فضای احساس مسئولیت ایجاد بشه. یه چیزی که سمیناری مصاحبه بود با آقای دکتر آبدیان داشتیم، ایشون از اقتصاددانان به نام آفریقای جنوبی هستند و خیلی ممنون، مرسی، خیلی مقالاتشون توی تایمز و وال استریت جورنال و اینها از مشاورین نلسون ماندلا بودن. خلاصه بگم ایشون یه نکته خیلی مهمی رو در مورد دموکراسی عنوان می‌کردن که ما وقتی صحبت دموکراسی به وجود میاد، نقش مسئولیت فردی رو نادیده می‌گیریم، در حالی که بدون مسئولیت فردی و لحاظ کردن اون اصلا دموکراسی غیر ممکنه. ما به عبارتی خداوکیلی انصافا وقتی به دموکراسی نگاه میکنیم میگیم جامعه محیط طوری بشه که من هر کار دلم میخواد بکنم، انگار همه چیز بیاد در خدمت من. این همون منفعت طلبی بازیی است که اصلا کار نمیکنه، به هیچ جا نمیرسه. ولی اولین قدم برای ایجاد دموکراسی اینه که من چه کار میکنم برای فضای ایجاد فضای دموکراسی، من برای آزادی خواهی چه کار میکنم. من نمیتونم دائما خودم رشوه خواری بکنم، فساد داشته باشم، زیرمیزی بگیرم، هر گونه کار خلاف قانون شرع و عرف و حکم انجام بدم بعد بگم چرا این جامعه دموکراسی نمیشه، ما خواستار دموکراسی هستیم. اینطور نیست. اگر من تو خیابون راه برم و جایی که قرار نیست پارک بکنم، اگر سر چراغ قرمز وانستم و مسئولیت این که من انتخابم پیامدش اینه که جریمه بدم نپذیرم، هیچ وقت دموکراسی ایجاد نمیشه، جامعه آزادی هم نخواهد بود، جامعه یک جامعه مبتنی به هرج و مرج خواهد بود. این احساس مسئولیت رو ما از کجا یاد میگیریم؟ از همون جایی که بچه 3 ساله 2 ساله وقتی غذاشو میخوره بگیم که خیلی خوب، حالا اگه خوردی بشقابت هم ببر بذار تو ظرفشویی، یا بیا به من کمک کن، یا این خونه خونه توئه، تو تعلق داری به این خونه،
نه اینکه تو هر جا دلت بخواد بره هر کار بکنی بذار اینجا ما انجام میدیم شما هم خیلی خوش بگذره. متاسفانه شیوه تربیتی که امروز در خانواده ها خیلی خیلی دیده میشه و نتیجه چی میشه؟ نتیجهش یک سری افراد زیاد طلب خودخواه که میگن دموکراسی برای چی؟ برای اینکه من احساس راحتی داشته باشم، حالا بقیه ندارن نه نداشته باشن. دموکراسی در ذهن اونا یعنی جایی که من هر کار دلم میخواد بکنم. آزادی هم به همین معنی شده، به معنی بیبندوباری و هرج و مرج، نه به معنی اینی که من حق انتخاب دارم در یک چارچوبی، در یک قاعده و قانونی که انسانیت درش لحاظ شده باشه و من مسئولم نسبت به انسانیت. بچه ها احساس مسئولیت رو اصلا فرق، شما فکر کنید جوان تا قبل از اینکه ازدواج کنه خیلی احساس مسئولیت رو نمیشناسه، درسته تو خانواده هست ولی همیشه احساس میکنه خانواده من پدر مادر گردانم باشم، من مسئول این نیستم که حالا درآمدش زیاد هست یا کمه. ولی اگر این تعلیم داده شده باشه بهش و وقتی وارد خانواده خودش میشه احساس مسئولیت میکنه، بچه هم احساس مسئولیت بکنه، اون وقت همه حتی حداقل احساس مسئولیت چونه که همدیگر رو چیکار کنن بشنون. ما چقدر وقت داریم؟ ما همینجور افتادم. شما وقت دارید. وقت دارم. بنابراین این خیلی مهم هست که مسئولیت فردی نقش اساسی و بنیادین در ایجاد دموکراسی داره. ما این مسئولیت فردی رو از کجا یاد میگیریم؟ از خانواده یاد میگیریم. من در خدمت شما هستم. عرض به حضور شما که سپاس از این مطالب غنی که فرمودید. اول از این که ما چند مولکول هیدروژن که گرایش به اکسیژن داشتن رو پیدا کردیم و آب خدمتتون آوردیم، از جناب حاج بنده تشکر میکنم که این مولکول های با گرایش رو برای ما پیدا کردن. واقعا رابطه ذاتی بود بین ما. این رابطه ذاتی بود و خیلی خوب بود. مسئله دوم این که هست که ما چون تعریف یه سری مبانی رو کردیم که دموکراسی چی هست و چی نیست مخصوصا در خانواده، مطالبی مطرح شد مثل نظم، مثل امنیت، مثل آزادی و مطالب خلاف اون هم مطرح شد که در واقع مشروعیت میبخشید به اون مطالب اولیه. مثلا ترس مطرح شد که ترس اگر در جایی حاکم باشه دموکراسی در اونجا جایگاهی نداره و من فکر کردم که ترس در واقع در نقطه مقابل امنیت قرار میگیره، چون ما میخواستیم بگیم که محیط باید محیط امنی باشه که هر کسی بتونه منویات خودش رو بیان بکنه و اگر ترس وجود داشته باشه امنیت از بین میره و یک محدودیتی بر روی آزادانه سخن گفتن به وجود میاد. این که خوشحالم که شما ترس رو مطرح کردید، یعنی اگر جایی باشه که در یک خانواده‌ای کسی رو همه ازش حساب ببرند، در این حساب بردن هزینه‌ای که پرداخت میشه عدم وجود دموکراسی است. پس این یه مسئله است. مسئله دیگه اینه که ما پرداختیم مقدار زیادی به هنر شنیدن. 7 مورد مختلف از نظر عمق در مورد شنیدن مطرح شد و فهمیدیم که خود شنیدن، مخصوصا شنیدن به دل و جان، یک هنری است، در واقع یک مهارتی است که همه ما باید بیاموزیم. من خودم شاید خیلی موارد هست که در مکالمه دارم اون کلمات کلیدی رو دنبالش میگردم که بتونم مکالمه رو برگردونم بدون اینکه به دل و جان بشنوم که دیگری چه میگه. این هست که یک مهارتی هست که همه ما باید روش کار بکنیم. در این حال همونطوری که شنیدن مهمه، شنیدن فقط در فضایی مطرح میشه که کسی چیزی گفته باشه، بدون ترس و آزادانه چیزی گفته باشه. من فکر میکنم گفتن هم خودش یک هنریست، فارغ از ترس و فارغ از محدودیت. کسی که میگه باید سعی کنه تا اونجایی که میتونه حرفش گویا و شیوا باشه. درسته که در یک خانواده اگر شما فرزندانی دارید و فرزندان خب خردسال هستن، اونها به نسبت سنشون چیزهایی رو مطرح خواهند کرد، اینا همش باید در نظر گرفته بشه. ولی ما ممکنه از یک فرهنگ‌هایی بیاییم که فرهنگ ما ممکنه اصلا شنونده محور باشه. من در منزل شما باشم و بگم که گویا که یک جبهه هوای گرم داره از آریزونا رد میشه، خب شما به گوش جان باید بشنوید که من گرممه و برید ترموستات رو باهاش ور برید خنک‌ترش بکنید.
اما اگر من هم گوینده خوبی باشم، کار شنونده بودن شما رو مقداری راحت‌تر می‌کنم. من می‌تونم بگم ببخشید گرمه، میشه اینو درست بکنید. در حالی که اگر شما اون پیام نهفته در حرف من رو متوجه نشید، هر چقدرم بخواید با گوش دل و جان بشنوید، شما ممکنه بگید آره جبهه هوای گرمه ولی هفته دیگه قرار بهتر بشه، ولی من بازم همونجا میشینم عرق می‌ریزم ولی روح نمیشه. چرا؟ چون ممکنه ترس دارم از اینکه شما سنتون از من بالاتره، شما به نسبت من پیشکسوتید، من نمی‌خوام شما رو بلند کنم، ناراحت کنم. اینه که در این گفتگو که دیگه کی میگه و دیگری میشنوه، هر دو باید برخوردار از هنری باشند که اگر نباشند باز همون محیط دموکراتیک به بهترین وجه بهش نخواهیم رسید. دقیقا. حالا اگر به من اجازه بدید من در موردم یه توضیحی بدم خدمتون. در مورد اون ترس که عنوان کردید که توی روابط خیلی خیلی زیاد هست، جالبه اخیراً تحقیقاتی که کردن گفتن خشمگین‌ترین مردم دنیا اول عراقی‌ها هستن و بعد ایرانی‌ها، و این خیلی خیلی واضحه. من پریشب با یکی از دوستانم در ایران صحبت می‌کردم، میگفتش که توی میگفت اصلا من دلم نمیخواد از خونه بیرون برم، برای که اصلا احساس امنیت نمیکنم. توی خیابون رفتم یه دفعه یک آقای از یک ماشین، حالا اون نرخم دستش بود که حدود 2.5 میلیارد قیمتشه، پیاده شد و شروع کرد به یک ماشینی که یک خانمی رانندش بود لگد زدن و مشت زدن و تا دلت بخواد حرفای بسیار رکیکی که اصلا نمیشد واقعا بشوری به زبون بیاد. و میگفت این، حالا گفتم چرا این کار رو؟ گفت نمیدونم، این خانمه حواسش نبوده، پیچیده بود جلوی این، یه چیزی بود. و این همینجور زد 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 و داد میزد بیا بیرون. حالا فرض کنید زنه اگه میمد بیرون همونجا میکشتش، خفش میکرد با این عصبانیه. و گفت حالا ولم که نکرد، خانمه بیچاره سری راه افتاد و رفت جلوتر، دوباره این پشت سرش راه افتاد. بقیه هم همه ترسیده بودن، هیچ کی تکون نمیخورد چون میترسن بیان این یه کاری دستشون. ببینید این ترس، حالا خشم خیلی شدیدشه، ولی ما توی روابط خانوادگیمون هم هست. من میخوام جنبه های ملموس رو بیشتر انگشت بذارم روش. ما توی زبان فرهنگ ایرانی گوشه و کنایه و تیکه و لغز و امثال اینا خیلی زیاد داریم. من تلفن میزنم میگم خب سلام حالتون چطور؟ شما میگی چه سلامی، چه علیکی، بعد این همه مدت اصلا تو یادت رفته یه خاله ای هم داشتی، یه عمه ای هم داشتی، حالا خوب شد یاد ما کردی. اینقدر میگید 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 که من از ترسم دفعه دیگه زنگ نمیزنم، میدونی؟ یا اگر زنگ میزنم به صورت قاعده و قالب میشه که هر روز یه زنگ بزنم 10 دقیقه یه سلام بگم گوشی رو بذارم. توی ارتباطات اینا به وجود میاد. فقط من یه نکته کوچیکی رو اضافه کنم به صحبت شما در مورد ترس و امنیت. همیشه ترس در واقع احساسیست که از درک ما از یه فضای ناامن ایجاد میشه و نقطه مقابلش امیده. ما هر جا احساس امید داریم، احساس میکنیم که یک جای امنیت هست، اونجا میگیم امیدواریم، احساس امیدواری داریم. و هر جا فکر میکنیم که یک جایی ممکنه ناامن باشه، احساس ترس داریم. مثلا ما الان اینجا نشستیم، همه امیدواریم به اینکه این سقف نیاد پایین، چون احتمال اینکه سقف بیاد پایین خیلی کمه. نتیجتا با احساس آرامش نشستیم. ولی اگر تو اخبار شنیده و شما به سخت نگاه کردید ببین واقعا استحکامش داره. من ترس رو تو دلتون انداختم. ولی در اگر شما فرض کنید تو اخبار شنیده باشه در این ساعت قراره در این منطقه زلزله بیاد، اون وقت ما با این احساس امنیت و امیدواری اینجا نمیشینیم، ترس تو دلمون هست. بنابراین ما این که در واقع در اصطلاح انگلیسی، واقعا فارسیش رو نمیدونم، خیلی فکر کردم که معادل فارسیش رو پیدا بکنم نکردم، یه چیزایی میگن ارن میکنیم، به دست میاریم، قرار نیست که وجود داشته باشه. مثل مثلا احترام، مثل اعتماد. من اگر میخوام به هم اعتماد بکنن و به هم قدرت بدن، باید این رو ارن بکنم، باید این احساس امنیت رو در دیگران
به وجود بیارم که اونا به من چیکار کنن، اعتماد کنن. این رو من در مورد روابط خانوادگی به خصوص میگم. پدر و مادر اگر میخوان که بچه هاشون بهشون اعتماد بکنن، باید این رو بدن، یک چیزی رو ارن بکنن، یک احساس امنیتی در بچه هاشون، در همسرشون، در فامیل مادر شوهر، پدر شوهر، خواهر شوهر، امثال اینها ایجاد بکنن که این احساس اعتماد به وجود بیاد و ما بتونیم راحت با هم حرف بزنیم. در نهایت میخوام این رو بگم که در دموکراسی خشونت وجود نداره، ولی ما میبینیم توی روابط روزمرهمون خشونت هست. بذارید یه اشاره بکنم به نظریه مارشال روزنبرگ که چند سال پیش مرد، فوت شد، از این دنیا رفت 2-3 سال پیش، و واقعا من اسم نمیخوام ببرم، ولی همیشه دعای خیرم پشت سر این دوست عزیزم هست که این زبان بدون خشونت مارشال روزنبرگ رو به ایران برد، و واقعا چقدر میتونه کارایی داشته باشه. به طور کلی مارشال روزنبرگ معتقد هست که ما افراد انسانی همه یه ذات با محبت داریم و یک نیاز اساسی داریم به نام نثار کردن از دل و جان. یعنی دلمون میخواد واقعا برای دیگران از دل و جان نثار بکنیم، بخشندگی داشته باشیم. بخشندگی فقط نه به معنی بخشندگی مادی، خودم رو وقف بکنم. و این خیلی خیلی پنهان شده. کجا پنهان شده؟ زیر اون باید و نباید هایی که از دوران بچگی بهمون دادن. اون باید و نباید ها انگار یک موجود مستبد کنترلگر روی ما وایساده، و ما حتی این رو نسبت به خودمون داریم. یعنی ما حتی نسبت به خودمون هم آدم های دموکراتیکی نیستیم، ما حتی نسبت به خودمون هم راست نمیگیم، صادق نیستیم، جرأت نداریم خود واقعیمون رو ببینیم. یک نویسنده هست، یک خانم روانشناسی به نام سوزان دیوید، خیلی نکته جالبی رو عنوان میکنه. میگه ما خوبه که یک اوقاتی رو به نام مایندفولنس، من ترجمهش کردم حضور، با خودمون در ارتباط باشیم. یعنی نترسیم از اینکه خود واقعیمون رو ببینیم، احساس ناامنی نکنیم از دیدن خود واقعیمون. حالا شما ببینید ما تو روابط خانوادگی چی به ما یاد دادن؟ غالبا یاد دادن که تو نباید باور بکنی که آدم نیازمندی هستی، نیاز داری، چون نیاز داشتن خیلی بده. تو باید خجالت بکشی از اینکه نیاز داری. اگه نیاز داشته باشی خیلی بده. یعنی اگر من الان به ایشون بگم ممکنه یه لیوان آب به من بدید من تشنمه، پشت سرم یه چیزی میگه خجالت بکش، و من خجالت میکشم و نمیگم و جرأت گفتن این مسئله رو ندارم. وقت این روزنبرگ میگه که این زبان همدلانه که خودش بهش معتقده، میگه اگر ما این روش ارتباط رو یاد بگیریم تو 3 عرصه به ما کمک بکنه. یکی مرتبط شدن با خودمون، این هم بحث حضور. ما اگر با خودمون کنترل نداشته باشیم، دقت بفرمایید در طی روز اگر نگاه کنیم ما خودمون رفتارهامون بر اساس باید و نبایدهایی که خودمون به خودمون زور میگیم، خودمون کنترل میکنیم. من میخوام برم یه جایی، حالا کفش و تخت میخوام بپوشم، نه امشب مهمونی نمیشه، نباید کفش و تخت، باید انقدر پاشنه بپوشم که نابرا هم نتونم باش برم، یا مجبور باشم بشینم، یا مجبور باشم یه کفش یدکی بیارم، چیزی که من امروز خودم دلم میخواست واقعا یه کفش راحت بیارم، ولی یه کفش دیگه آوردم گذاشتم تو کیفم که اینجا عوض کنم. چرا؟ ته ذهنم بهم میگه که باید اینجا لباس رسمی بپوشی. من نمیخوام بگم باید نباید و بده ها، نه، تا مادامی که من انتخابش کرده باشم، نه به من القا شده باشه. همین یکی از منابع مهم ترسه، ترس این که من با خودم مرتبط بشم، من خودم روم نمیشه به خودم بگم چی میخوام، خجالت میکشم. چرا؟ چون از بچگی این در وجودم چیه؟ رفته. بنابراین یکی از حوزه هایی که این زبان صلح آمیز، زبان توأم با شنیدن، چون همدلی پایه اساسی شنیدنه، ایجاد میکنه اینه که من با خودم مرتبط بشم، خودم رو آماده باشم بشنوم. مسئله دوم که شما تاکید کردید بحث ابراز صادقانه است. یعنی اگه من آب میخوام بگم من تشنم آب میخوام، اگه هوا گرمه بگم من خیلی گرممه، میشه هوای اینجا رو یه ذره درجهش رو خنک کنید یا گرم بکنید، نه اینکه بگم چرا خونه حالا خوش شد. اون که شما گفتید هی به اشاره میگم و غیر مستقیم میگم یه طرفه،
من از اینجا وارد میشم خونه شما، مهمونم، خونتون گرمه. میگم وای این چه خونه ای دارید، این مثل جهنمه. یعنی نمیگم من گرممه، میگم شما چه خونه ای دارید. ببینید نباید پشت این چیه، نباید خونه شما گرم باشه، باید خونتون خنک باشه. شما باید بدونید که من گرممه یا من گرسنمه. رفتم خونه فلانی، دریغ از یک لیوان یه استکان چایی که جلو من بذارم. خب من کجا بفهمه که تو چایی دلت میخواد؟ نه، ابراز صادقانه نداریم. و این فضا رو چیکار میکنه؟ گم و گور میکنه، مبهم میکنه، دموکراسی رو از بین میبره. یعنی اون شنیدنه نیست. و مهمتر از همه قسمت سوم که این زبان خیلی کمک میکنه، دریافت همدلانه است. یعنی اینی که من وقتی دیگری رو میشنوم، با دل و جان بشنوم، احساسش رو بفهمم، نیازش رو بفهمم و تلاشم بر این باشه که هم احساس و نیاز اون رو اقناع کنم، هم احساس و نیاز خودم رو. چنین فضایی فضای دموکراسیه. حالا چه در خانواده باشه، چه در جامعه کلان یه دولت و ملت باشه، که ملت و دولت هم دیگر رو بشنوند. اگر نشنوند هیچ اتفاقی نمیفته. هی داد ملت بالاتر میره، کنترل دولت بیشتر میشه. شما الان ونزوئلا رو ببینید، این بدبخت ها دارن داد میزنن، میگن ما گشنمونه، غذا میخوایم. اونا میگن نه، همینه که هست. سودان رو ببینید، هر جای این دنیا رو انگوش میذارید میبینید یه عده یه چیزهایی رو میخوان، دارن خواسته هاشون رو میگن، و یه عده هم اصلا این خواسته ها رو نمیشنون، فقط باید و نباید هاشون رو میگن. این یعنی چی؟ یعنی عدم دموکراسی. از کجا شروع میشه؟ از خانواده. چون تو خانواده هم بچه میگه بستنی میخوام، مادر میگه نه. چرا نه؟ برای اینکه من میگم نه، حتی دلیلم نمیاره نه. یا اون وقت تبدیل میشه به یه طغیانی که زیاده خواهیه. بنابراین این ترسه خیلی مهمه که ما این جرأت رو داشته باشیم. و اون جرأت از کجا میاد؟ از اینکه با خودمون حداقل دموکراتیک برخورد بکنیم، خشونت نداشته باشیم. خوشحالم که به مسئله ترس مقداری پرداختیم، برای اینکه من فکر میکنم که خیلی زیاد احساسات ما همیشه در پس واژه‌های ما نهفته است. ما میخوایم که دیگری به احساسات ما پی ببره، اما بیانش نمیکنیم، چون احساس آسیب پذیری میکنیم در بیان احساسات خودمون و منبیات خودمون. این هست که دوست داریم در لفافه بگیم و دیگری به نحوی اینها را از طریق کد رمز و رازش رو بفهمه و به احساسات ما پی ببره. پس یک روش گفتن مناسب و شنیدن مناسب این هست که در اون محیط امن همه بتونن احساساتشون رو آزادانه بیان بکنن. ولی حالا چرا نمی کنن؟ راجع به ترس صحبت کردیم و این ترس هم نشأت میگیره از کودکی خودمون، همینه که با خودمون هم رو راست نیستیم، و کودکی کسانی که در خانه ما هستن، فرزندان ما هستن، همینطور هست. امروز صبح با هم صبحانه که میخوردیم راجع به یک مطلب خیلی جالبی صحبت کردید که الان ربط پیدا میکنه به بحث الانمون، و اون این هست که ما از موقعی که کودک هستیم، هر کسی یا هر شیعی یا هر چیزی که باهاش مواجه میشیم رو بهش یک ارزش احساسی میبخشیم. فرض کنید که میفهمیم آتش داغه، ممکنه که برای ما احساس جراحتی بکنه، سوزشی بکنه، پس اون رو یک بار احساسی منفی روش میگذاریم. میدونیم که عسل شیرینه، به ما حس لذت میده، بار احساسی مثبت روش میذاریم. میدونیم که فرض بفرمایید پدر ما گرایش به خشونت داره، هر موقعی که حرفی بهش میزنیم ممکنه جواب سربالا بده، به پدر هم احساس بار احساسی منفی میگذاریم. و تمام اینها که در صغر سن، در سنهای 2 سالگی و 3 سالگی و اینها شکل میگیره، باعث میشه که 10 سال بعد که توی خانواده هستیم بخوایم با هم حالا یک مشورت دموکراتیک بکنیم، تمام اینها حجابهایی میشه بین صحبتهای ما. برای همین نمیتونیم احساسمون رو بیان بکنیم، چرا که این پدر در 2 سالگی، در 3 سالگی به ما چون و چرا و نه و نمیتوانی و اینها رو زیاد گفته. به خاطر همین هست که اصلا مبانی دموکراسی قبل از اینکه یک فرزند در یک خانواده حتی زبان باز بکنه،
باید برقرار باشه، چون میدونیم که در حال یادگیری است و در حال بارگذاری احساسی نه تنها روی اشیا بلکه روی تک تک اعضای خانواده است. این هست که این اصلا قبل از قدرت کلام ما باید تمرین بشه و نهادینه بشه، وگرنه هیچ وقت اون خانواده در آینده نمیتونه به دموکراسی برسه. از اول باید این مبانی رو مد نظر نگه داره، وگرنه نمیشه. اون وقت اصلا اون حالت مسئولیت پذیری نیست. ما میگیم ما الان مسئولیت پذیر هستیم، ولی نمیدونیم وقتی که این فرزند ما چقدر کوچکتر بوده ما چگونه با او رفتار کردیم و الان او دیگر نمیتونه با ما به صورت شایسته سخن بگه. بله، همونطور که عنوان کردید اصولا این همین ترس پنهان یا این احساسایی که ما اون دنیای کیفی خودمون، ویلیام گلاسر میگه دنیای کیفی ساختیمش، اینا همون موانعی میشه که نمیذاره ما ارتباط دموکراتیک حتی با خودمون داشته باشیم. یعنی میترسیم از خودمون. یه چیز دیگه هم به نظرم رسید که اگر ما اون آقای رو پیدا کنیم که خیلی ماشین آخرین سیستم رو سوار میشد، شاید این کتاب خانم مارشال روزنبرگ رو بهشون هدیه بدیم که ایشون یاد بگیره که بدون خشونت هم میشه زندگی کرد. بله، واقعا تمرینی که باید دنیای امروز انجام بده. گفتم بیشترین خشونت رو افراد متأسفانه نسبت به خودشون دارن. از خودمون شروع میکنیم، با خودمون خشونت داریم، نتیجه با دیگران هم به راحتی میتونیم خشونت داشته باشیم. شاید تمرین دموکراسی رو اول ارتباط با خودمون و شنیدن خودمون باید انجام بدیم. یه کاریکاتور با مزه یک دفعه دیدم که میگفتش که تنها زمانی که یک پشه‌ای در جای حساس بدن شما میشینه، شما متوجه میشید که راهکارهای بدون خشونت هم برای حل مشکلات وجود داره. این هست که باید در نظر بگیریم که همیشه راهکار بدون خشونت میتونه وجود داشته باشه. سپاس از همه شما، سپاس از خانم فرزانه سابتان که امروز با ما همراه بودند.